تصادف اعتقادی ندارم. من به وعده الهی اعتقاد دارم. من در یک خانواده مسلمان به دنیا آمدم و خدا نقشه ها داشت، نقشه های عالی. در روزی که من میخواستم خودم رو بکشم، عیسی مسیح خودش رو بر من آشکار کرد و به من زندگی تازه‌ای بخشید. و اگر با من دعا کنی و باور داشته باشی، خداوند امروز زندگی تازه‌ای به تو خواهد داد. عیسی مسیح واقعیه، او زندگی ها رو عوض میکنه، سرنوشت رو تغییر میده، اون آدم ها رو عوض میکنه و اون آدم ها میتونن دنیا رو تغییر بدن. یک سرودی بود که من همیشه میخوندم و هنوزم میخونم که میگه پیروزی در مسیح، نجات دهنده ابدی من، پیروزی. خیلی ها که اینجا هستین یا میلیون ها نفر که این برنامه رو دارین از طریق تلویزیون تماشا میکنین، میخواین که در زندگیتون پیروزی داشته باشین، میخواین که پیروزی رو در زندگی فرزندانتون ببینین و میخواین که اونها رو موفق ببینین، میخواین که ببینین که اونها همه چیزشون درسته، رو به راهه. چون وقتی که اونها وارد مشکلات و دردها میشن، شما هم با اونها دردها رو تجربه میکنید و این آزاردهنده است. آزاردهنده است که هیچ امیدی نداشته باشید. این آزاردهنده است که با غیر ممکن ها روبرو بشین. و من میخوام پیغام امروز بهتون امید بده، یه چیزی رو در شما به هیجان بیاره و آتشی روشن بشه که بگید من دیگه نمیخوام اینطوری بمونم، من میخوام عوض بشم. یه چیزی باید از زندگیم بره، یه چیزی باید عوض بشه. من نمیخوام اینجا بمونم در شرایط همیشگی. بعد از 5 سال یادم میاد وقتی که به عیسی ایمان آوردم، شروع کردم به دیدن و ملاقات کردن مردم، افراد 60 ساله، 70 ساله و افرادی که ایماندار به مسیح بودن به مدت 40 سال، 30 سال، 20 سال، ولی همچنان با مشکلات همیشگیشون دست و پنجه نرم میکردن در همون شرایط. و یک شب متوجه شدم که دارم با مشکلی کلنجا میرم که قبلا هم آزارم میداد در گذشتم. و من به خدا گفتم خداوندا، من نمیخوام اینی باشم که هستم. وقتی که به 60 سالگی یا 70 سالگی رسیدم، عوضم کن، تبدیلم کن، هر کاری که لازم انجام بده. من میخوام یک زندگی پیروزمندانه داشته باشم. من دیگه نمیخوام در این آشفتگی زندگی کنم، نمیخوام دیگه راه حل های انسانی نمیخوام. من از روش های خودم خستم، من از خودم خستم. شاید امروز لازمه که با خودتون میتینگی داشته باشین و با خودتون روبرو بشین و بگی میدونی چیه، من از خودم خستم. من اینو گفتم چندین بار، گفتم خداوند من از خودم بیزارم، من نمیدونم تو چطور میتونی منو تحمل کنی، ولی من دیگه از خودم خستم. تو صبر زیاده، تو خیلی خوبی. و هر وقت که با خود واقعیم روبرو می شدم، با یک نگاه جدی و قضاوتمندانه در آینه به خودم، به درونم نگاه می کردم، می گفتم تو خیلی صبور هستی، تو خیلی مهربونی، ممنونتم. هیچ وقت خدای به این مهربونی نداشتم، ولی الان من یه خدای مهربون دارم و کلام میگه که مهربونی اون ما رو به اعتراف هدایت می کنه، ما رو برای تغییر هدایت میکنه. مهربونی اون به این معنی نیست که همونجا بمونیم. بعضی وقتا با قدم‌های بچگونه، قدم‌های کوچیک هدایت میکنه و بعضی وقتا با قدم‌های بزرگ. و بعضی از شما با اون قدم‌های بزرگ نیاز دارین. و ما داریم درباره زندگی مردی صحبت میکنیم که یک کمکی بود. اون دستیار موسی بود. کلام میگه اون موسی رو خدمت میکرد و اون باید این قدم ها رو بر می داشت. اون دست راست یک رهبر بزرگ بود. موسی میلیون ها نفر رو رهبری می کرد و اون دستیارش بود. من نمی دونم که اون در اون زمان می دونست که یه روزی اون قرار جانشین اون رهبر بزرگ بشه. و کتاب مقدس درباره تعداد خیلی کمی از رهبران ارتش صحبت می کنه. یکی از اونها داووده و اون یکی یوشع. این دو می دونستن که چطور بجنگن، این دو نفر می دونستن که چطور وارد جنگ بشن و پیروز بشن و برگردن. این دو کارشون رو بلد بودن. اونها اشتباهات خودشون رو داشتن، اونها کم می آوردن، اونها هم مشکلات خودشون رو داشتن، ولی هر وقت وارد هر جنگی می شدن با خدایی که در کنارشون بود
میدونستن که فاتح هستن و زندگی اونها پیروزمندانه بود. و یوشع یکی از اون مردهایی بود که خدا به عنوان رهبر ارتش انتخابش کرد. اسرائیلی ها آدم های جنگجویی نبودن. خدا باید برای اونها می جنگید. فراموش نکنید در زمان یوسف وقتی که به مصر اومدن، اونها کشاورز بودن و با بذر و مزرعه سر و کار داشتن. اونها کارشون با گوسفند و گله بود. این آدم ها آدم های جنگ نبودن. و اسرائیل با اولین جنگ در زمان موسی روبرو شد و خدا در اون زمان از یوشع استفاده کرد. موسی یوشع رو صدا زد و بهش گفت تو باید یه ارتشی درست کنی و یوشع مردها رو دور هم جمع کرد، مردانی که برای جنگ ساخته نشده بودن، از لحاظ فیزیکی برای این کار درست نشده بودن. شاید امروز شما حس میکنید که خیلی بی اراده هستین، منم بودم، ولی خدا منو تبدیل به یک جنگجو کرد. همین کار رو میتونه با زندگی شما بکنه. و یوشع میخواست بجنگه، کسی که هیچ وقت توی زندگیش نجنگیده بود. بعد 12 جاسوس رفتن و 2 تاشون با گزارشات مثبت برگشتن که یکیشون یوشع بود و اون یکی کالیب بود. یوشع داشت امتحان میشد یکی پس از دیگری و اون در اون امتحانات قبول شد. الان من یاد گرفتم بعد از یک مدت طولانی که در مسیحیت هستم، وقتی که با یه مانعی روبرو میشم، یه چیزی مقابلم قرار میگیره، میدونی یه جورایی توی هوا حسش میکنی، حس میکنی و از میانش رد میشی و شروع میکنی به حس کردنش. یه اتفاقی اطرافت داره میفته. بعضی وقتا از خواب بیدار میشی و به خودت میگی چرا من امروز این حس رو دارم؟ به احتمال زیاد داری وارد جنگ روحانی میشی. چرا من حس میکنم خیلی بدبین شدم امروز؟ چرا همه چی منفیه؟ چرا من به نیمه خالی لیوان نگاه میکنم به جای نیمه پرش امروز؟ یه چیزی داره به جنگ با شما میاد اگه این حسو دارین. پس شما باید اول اینو تشخیص بدین و من اینو تونستم بعدها درک کنم در طی سفر مسیحیم. او من دارم وارد میدان جنگ میشم، من تو منطقه جنگیم. آها، و میدونین این آگاهی چی کار میکنه؟ شروع میکنی به بهتر جنگیدن و من الان چیزها رو شکل دیگه ای میبینم. وقتی یه چیزی اطرافم درست نیست، سریع میفهمم، میگم آها این یه امتحانه برای یه خدمت بزرگتر. میبینی وقتی که دیدگاهت شروع میکنه به عوض شدن، شروع میکنید به روبرو شدن با مشکل به شکل متفاوت و وقتی که با مشکل به شکل متفاوت برخورد میکنید، شما امتحان رو قبول میشید و بعد خدا یه مسئولیت بزرگتر بهتون میده و همینطور بزرگتر میشه. ولی اگر شما با اسلحه‌های زمینی میجنگید، تمام وقت خیلی زود انرژیتون تخلیه میشه، شادیتون از دست میره، چون شما دارین از قوت انسانیتون برای جنگیدن استفاده میکنین. پس یوشع داشت از آزمایشات عبور میکرد، یه امتحان، یه تعلیم به تعلیم دیگه برای یه رهبر بزرگ شدن. سالها طول کشید. چی فکر میکنید؟ موسی در سن 120 سالگی مرد و یوشع رهبر نسل بعد بود. چی فکر میکنید؟ فکر میکنید یوشع چند سالش بود؟ اون مثل داوود یه نوجوان نبود، اینو باید بدونید. نه، حتی میان سال هم نبود. اون یک نسل بعد از موسی بود. حتی در کتاب مقدس خدا به یوشع گفت، بعد از اینکه اون تمام پادشاهی رو فتح کرد، خدا به یوشع گفت الان تو یک مرد کهنسال هستی. میدونید وقتی خودتون به خودتون میگین که من دیگه پیر شدم خیلی جدی نیست، ولی وقتی خدا میگه که تو الان پیر شدی، پس یعنی حتما پیر شدی، چون خدا فقط میتونه راستشو بگه. ولی وقتی که خدا این مسئولیت رو داد، این مسئولیت که بشه جانشین موسی، یوشع دیگه یک مرد جوان نبود. اون از میان جنگ ها و نبرد ها گذاشته بود، تمام مدت رهبر بزرگ موسی رو تماشا میکرد. اون تمام زندگیش رو دید. اون تونست ببینه توانایی هاشو، اون تونست ببینه ضعف هاشو. اون باهاش بود وقتی موسی از صخره آب جاری کرد، با ضربه زدن به صخره. اون باهاش بود وقتی که از خدا نافرمانی کرد و به جای اینکه با صخره صحبت کنه دوباره به ضربه زد. و اون از ورود به سرزمین وعده ممنوع شد. موسی حکم
یه آموزشگاه مسیحی رو برای یوشع داشت. یوشع توسط موسی دکترای خودش رو گرفت و اون تمام القاب رو داشت، تمام اون القابی که در اون حیطه الهی نیاز داشت، شاید نه از نظر جسمانی ولی از نظر روحانی. و شاید امروز خدا شما رو داره آموزش میده و شما باید از این بگذرید. چی فکر میکنی درباره اون سه پسر یهودی؟ اونا چطور بودن قبل و بعد از عبور از شعله های آتش؟ درباره دانیال چی فکر میکنید؟ قبل و بعد از بودن در اون چاه شیران چی فکر میکنید؟ درباره پولس قبل و بعد از دمشق، درباره ایوب چی فکر میکنید؟ قبل و بعد تجربیاتش خدا برای اونها شکل واقعی پیدا کرد. بعد از تجربیاتشون خدا برای ما واقعی میشه، بعد از تجربیاتمون، حتی در طول تجربیات و قطعا بعد از تجربیات. پس بعد از هر امتحانی یک شهادتی وجود داره، بعد از هر تجربه یک شهادتی وجود داره. ولی اگر نخوای ازش عبور کنی پس به دست نمیاری، بدون درد به دست نمیاری. یه جمله تو خالی و پوچ نیست، این حقیقته. پس خدا در یوشع باب 1 داره به یوشع وعده میده، هر جایی که کف پای شما گذارده شود به شما دادم، چنان که به موسی گفتم. و محدوده تو میشه از اینجا و تا اونجا. تو تمام این ممالک رو فتح خواهی کرد. هیچ کس در تمام ایام عمرت یارای مقاومت با تو نخواهد بود. چنان که با موسی بودم با تو خواهم بود. تو را مهمل نخواهم گذاشت و ترک نخواهم نمود. و بعد اون مسئولیت، بعد الزام‌ها میان. بر حسب تمامی شریعتی که به بنده من موسی تو را امر کرده است متوجه شده عمل نمایی. شماره 1، اولین الزام، بعد از وعده الزامات میان. اولیش اینه که تو باید مطیع باشی. اولین قاعده، اگر میخوای همه این سرزمین ها رو داشته باشی، اگر میخوای باهات باشم هر جا که میری، اگر نمیخوای تو رو مهمل گذاشته و ترک کنم، اگر میخوای که دشمنت هیچ و قادر نباشه که در مقابل تو بیسته، اگر تمام این وعده ها رو میخوای، یه قانونی داره، تو باید ازش پیروی کنی. راه دیگه ای نیست. این یه قرارداده. عیسی میگه شما به من وفادار باشی، منم به شما. تمام، ما باید معامله کنیم. من به قول هام عمل میکنم از این طرف و تو هم از اون طرف. من وظیفه خودم رو انجام میدم، تو هم باید وظیفه خودتو انجام بدیم. تو این وعده ها رو میخوای؟ بیشتر شما وعده ها رو میخواین ولی بهاشو نمیخواین پرداخت کنی. میخواین خدمات بزرگ داشته باشی؟ میخواین که دنیا عوض بشه؟ میخواین که بیداری بیاد به سرزمینتون؟ میخواین که بارش عظیم روح خدا رو ببینین؟ بیداری عظیم؟ میخواین ببینین که لنگان راه میرن و جزامیا پاک میشن، مردم از ارواح شریر آزاد میشن؟ شما همه اینها رو میخواین ولی نمیخواین بهاشو بدین. نمیخواین که الزامات رو به جا بیارین. هر کاری که بخوای شروع کنی، یک سری نیازمندی ها براش از الزامات کاری که به صورت شفاهی یا کتبی بهت گفته میشه. برای قسمت صلاحیت نگران نباشی، چون خدا بهتون صلاحیت رو میده. وقتی که انتخابتون میکنه بعد اون بهتون صلاحیت رو میده. صلاحیت برای خدا اهمیت نداره. براش مهم نیست که چه مدرکی داری، مهم نیست که دکترا داری یا نداری، دیپلم الهیات داری یا نداری، مهم نیست. وقتی که خدا شما رو صدا میزنه بهتون صلاحیت میده. جای نگرانی برای صلاحیت نیست. شما باید نگران به جا آوردن الزامات خدا باشین. خوب گوش بدین، اون الزامات از اطاعت کردن شروع میشه. قلب مطیع. کسایی که غرور دارن نمیتونن مطیع باشن. قدرتی معجزه آسا عظیم، مثل همیشه میگم، در تسلیم و اطاعت هست. حالا چه مطیع شوهر یا زنتون باشید، یا رهبرتون یا مدیرتون، فرقی نمیکنه، این قدرت معجزه آسا درش است. در اطاعت اگر نمیتونید مطیع باشید و همیشه جزء شورشیا و قانون شکنایید، شما به هیچ جا نمیرسید. شما نمیتونید خیلی پیش برید. و چیزی که شما نیاز دارین به جا بیارین، الزامات این کتاب فوق‌العاده و پر از روحه، کتاب مقدس. و خدا به یوشع میگه من همه اینها رو بهت میگم ولی حواست باشه. اول از همه مواظب باش. چرا نیاز به توجه هست؟ تا بتونی مطیع باشی. متوجه شو.
یه اختار هست اونجا، یه علامت ایست داره. تو هر جا که دلت میخواد نمیتونی زندگی کنی. دیگه نمیتونه به روش تو باشه، باید به روش خدا باشه. نمیتونی بگی من روش خودم رو میرم. نه، این زندگی کردن در جسمه. نمیتونی زندگی جسمانی داشته باشی و توقع یه زندگی پیروزمندانه داشته باشی. تو نمیتونی نفست رو تغذیه کنی و توقع زندگی پیروزمندانه داشته باشی. اینا با هم جور در نمیاد. و خدا داشت به یوشع میگفت همه چیز رو پیروی میکنی، تمام شریعت، نه یکیش، نه دوتاش، نه ستاش، همشو، هر آنچه به موسی دادم رو باید پیروی کنی. این یه درخواست آسونی نیست. این آسون نیست. اینجا یه قراردادی هست بین خدا و یوشع. اونا با هم دست دادن. یوشع با خدا دست داد. زمانی که یک مسئولیتی رو از طرف خدا میپذیرین، شما باش دست میدین. شما تعهد میدین و باش دست میدین. میدونید چیه؟ حتی زمانی که وارد کلیسا میشین که ازدواج کنین، شما با خدا دست میدین. هر زمانی که در حضور خدا تعهد میدین، عهدی بسته میشه، به صورت جدی شما دست میدین. شما با همسرتون دست نمیدین، شما با خدا دست میدین. این مهمه و مردم اینو خیلی خیلی دست کم میگیرن. این یه تفریح نیست، بلکه تعهده. من به تو متعهدم. کلمه ایه اطاعت. شما باید هوشیار باشید، شما باید فروتن باشید و شما باید دستورات رو پیروی کنید. شما باید به اندازه ای فروتن بشید تا بتونی فرامین رو پیروی کنید. این یعنی اطاعت. شما باید فرامین رو پیروی کنید. میدونید خیلی وقتها همسرم توی درست کردن یه چیزی خیلی خوبه. مثلا اگه یه کتابخونه بخریم، اون سری وصلش میکنه، چون اون دستور رو عمل رو خیلی خوب دنبال میکنه. من وقتی یه چیز رو میخرم فقط یه نگاهی بهش میندازم، خیلی هلهلی از یه جا به یه جای دیگه میپرم، بعد میگم پس چرا من نمیتونم اینو درست کنم؟ اون میگه چون تو دستور عمل رو دنبال نمیکنی. دستورالعمل غذا درست کردن هم همینه. میدونی من میپزم، بیشتر وقتا من بدون دستورالعمل میپزم از خودم. اوکی، مثلا سه تا تخم مرغ و این، بعد میپرسم از دوستم، اون آشپز بهتریه، خیلی بهتر از میلیون ها آدمی که میشناسم. بعد اون میگه این دستورالعمل غذاست، تو باید از این پیروی کنی. میخواید یه زندگی پیروزمندانه داشته باشی، شما باید از دستورالعمل پیروی کنی. باید قوانین رو خوب پیروی کنید. و اولین قانون، اولین عنصر برای یه مسیح موفق اینه که شخص مطیع باشه، قلب مطیع. و افرادی که پر از غرور هستن نمیتونن اطاعت کنن. اینا با هم جور در نمیاد. افراد نامطیع، افراد سرکش، پر از غرورند. تو باید از همه قوانین که به موسی دادن پیروی کنی. دومی، زنهار از آن به طرف راست یا چپ تجاوز بنماد. تو هر جایی که روی کامیاب شوی. چپ و راست نرو. این یه زندگی تقدیم شده، نظم داده شده و تقدیس شده است. من این ستا رو کنار هم میذارم. اینا با هم میان. تقدیم شده، نظم داده شده، تقدیس شده. خیلی متفاوته. نه جدا شده، بلکه تقدیس شده. تو میخوای پیروز بشی؟ آیا میخوای در نبردها برای خدا پیروز بشی؟ حتی بیشتر زندگی شخصی تو باید زندگی وقف شده و منظم و تقدیس شده داشته باشی. هیچ برنده مدال طلا در بازی های المپیک فقط یک بار در هفته نمیدوه، اونم نیم ساعت. هیچ کس، هیچ ورزشکاری یا هیچ شخص اهل ورزش، هیچ کس فقط نیم ساعت در هفته تمرین نمیکنه و مدال طلا رو ببره. چیزهایی هستن که اونا باید بهش بگن نه در زندگی هاشون. یعنی چی؟ به طرف چپ و راست نرو. میدونید معنیش چیه؟ حواست پرت نشه. تو نمیتونی با حواس پرتی پیش بری. کتاب مقدس در عهد جدید میگه این عهد قدیمه، از در باریک وارد بشید. این یعنی به چپ و راست نرفتن. چون اگر شما از در باریک وارد بشین، شما فقط میتونید مستقیم راه برید. نمیتونید از مسیر تو خارج بشید. شما نمیتونید چپ و راست برین. نمیتونید به راحتی با چیزها متزلزل بشید. چشمای شما دوخته شده است به اون هدف و مسئولیتی که خدا بهتون داده. چشماتون رو بدوزید. میدونی جایی هست که میخوام برم، کارهایی هست که میخوام انجام بدم،
ولی باید بهشون بگم نه. به بعضی از مراسم تولد بچه، بعضی از مراسم عروسی، بعضی از اجتماعات باید بگم نه، چون من نمیتونم به چپ و راست برم. نه به خاطر بدجنسی، نه که بخوام اجتماعی نباشم یا که بگم من بهتر از بقیه‌ام، نه، ولی من مسئولیتی به گردنم دارم که یه قیمتی داره که من نمیتونم برم به هر جایی که دعوت میشم. من باید بگم نه. همطور برای تماشای تلویزیون، همطور برای دیگر تفریحات نمیتونم به چیزهایی توجه کنم که به راحتی حواسم رو پرت میکنه. من باید بگم نه، من نمیخوام تماشا کنم. دلم میخواد که یکم تفریح کنم، ولی باید بگم نه، چون میخوام که الزامات خداوند رو برای انجام مسئولیت محول شده به جا بیارم. این چیزیه که ازم میخواد، چون این تنها راهیه که من میتونم پیروز بشم، خدمتم میتونه موفق باشه. من باید الزامات رو به جا بیارم. من اون شایستگی رو ندارم. من آخرین آدم میتونم باشم روی این کره زمین برای مسئولیتی که خدا به محول کرده. ولی میخوام عملیش کنم. قلب من مشتاقه که این خواسته رو به جا بیاره. و بعضی وقتا آزاردهنده است. خیلی وقتا آزاردهنده است. خیلی وقتا دردناکه. خیلی وقتا با جنگهای روحانی، نبردها روبرو میشم که نمیخوام روبرو بشم. من باید با درد خیانت روبرو بشم، تهمت، شکایات و خیلی چیزای دیگه. هر چیزی قیمتی داره، ولی در آخر ارزشش رو داره. من مثال ها دارم از آدم های معمولی که کارهای غیر عادی انجام دادن، فقط به این خاطر که خواسته ها رو برآورده کردن. زندگی تقدیس شده و این باید مداوم باشه. هیچ برنده مدال طلا فقط برای 3 ماه بدوه، بعد 3 ماه بعد رو استراحت کنه. باید مدام در حال دویدن باشه، مرتب تمرین کنه، مدام در حال خوندن کلام باشین، مدام اعتماد کنی، مدام ایمان داشته باشین، مدام به حضورش برین. فرقی نمیکنه با چی روبرو هستین، باید مداوم باشین در تمام ایام عمرتون. تمام قوانین رو باید مطیع باشین، باید ثبات داشته باشه. و خیلی از مردم، خیلی از شماها میدونین که با تداوم مشکل دارین. پس باید خودتون رو تربیت کنین. باید دعا کنین: خدایا به هم نظم روحانی بده که هر روز کتاب مقدس رو بخونم. به هم نظم روحانی بده که هر روز در دعا بیام به حضورت. شما نیاز به نظم دارین تا بتونید ببرید. این کاریه که من میکنم. وارد حضور خدا میشم. با دعا و از حضور اون خارج نمیشم تا وقتی خدا به هم بگه کافیه. من خودم رو، جسمم رو تسلیم میکنم. این قسمتی از کشتن نفسه. این هم قسمتی از به جا آوردن الزاماته. نه گفتم به طبیعت جسمانی، و بله گفتم به خدا. میدونم امروز خیلی از شما خوانده شدین که کارهای عظیم انجام بدین. میدونم امروز خدا ازتون میخواد که در ارتش اون ثبت نام کنید. میدونم امروز شما میتونید بیسید و بدرخشید و نام عیسی مسیح رو در سرزمینتون جلال بدین. اینو میدونم و مطمئنم. هستن تعدادی همینجا که از طرف خدا خوانده شدن، که شاید واجد شرایط نباشن، ولی به خودتون نگاه نکنین و به شیطان گوش ندین که داره بهتون میگه تو این نیستی، تو اون نیستی، چون به هیچ کدوم از اینها نیازی نداری. وقتی که خدا با شماست، سوالم از شما درباره شایستگی شما نیست. سوالی که میخوام بپرسم اینه که آیا مایلید که الزامات خدا رو به جا بیارید؟ آیا میخواین به خواندگیتون بله بگین؟ چون اون داره شما رو صدا میزنه و من بهتون قول میدم، حالا چه خواندشین یا اینکه از خواندگیتون اطاعت نکنید، از خواندگیتون پیروی نکنید، در هر دو صورت شما وارد تجربیات خواهید شد. ولی هیچی بهتر از این نیست که وارد تجربیاتی بشید به خاطر اینکه از خدا اطاعت کردید. و بهتون قول میدم که هیچ پیروزی نصیبتون نمیشه اگر در محدوده راحتتون بمونید و از خدا اطاعت نکنید و همونجا بمونید. جایی که آشناست، جایی که جا خوش کردین، اونجا هیچ اتفاقی نمیافته، اونجا هیچ پیروزی نیست. شما وارد تجربیات میشین و زندگیتون رو هدر میدین. شاید الانم در حال هدر دادنین، چون مثل یونس دارین فرار میکنین از خواندگی خدا. ولی بهتره که من وارد تجربیات
و جنگ‌های روحانی، مشکلات، جفا، تهمت‌ها، تهدیدها، اتهامات، طرد شدگی و رد شدگی بشم؟ خیلی بهتر که من همه اینها رو تجربه کنم با گاهی از اینکه من در اراده خودم، چون میدونم من به تنهایی با این چیزها روبرو نمیشم. ولی اگر من در مکان امن خودم بمونم، پس اون با من نیست و من وارد تجربیات خواهم شد و نه فقط من، بلکه خانوادم هم تجربه میشه فقط به خاطر نوع اطاعتی من. من ترجیح میدم که بها رو پرداخت کنم فقط به خاطر انجیل، به جای پرداخت بها برای فرار از خدا. شاید تا امروز شما در حال فرارید، با وجود آگاهی از خواندگیتون دارین وقت تلف میکنین بها رو پرداخت کنین. شما مدت هاست که میخواین خدا رو خدمت کنین و برای چندین ماهی انجام میدین و بعد احساس میکنین خیلی زیاده، بعد دعاها رو تعطیل میکنین. در اینجا تداومی نیست، نظمی نیست. به پیشنهادهای دیگه بله میگید. یکی میخواد با شما بره خرید، بله میگید. به پیشنهاد نگاه کردن تلویزیون به مدت 4 ساعت نمیتونید بگید نه، قدرتشو نداری که بگید نه. ولی شاید امروز اون روزیه که باید بگید بله به اراده خدا. شاید امروز نوبت شماست که بگید نه به روش من، به روش تو. نه به اراده من، به اراده تو. بهتره که من خدا رو اطاعت کنم تا اطاعت انسان. ترجیح میدم که تو رو خوشنود کنم خدایا تا انسان رو. میخوام که تو رو در کنارم باشی، میخوام که تو جنگم رو برای من بجنگی، میخوام که هر جا میرم تو با من باشی. امروز روزیه که نوبت شماست که تصمیمتون رو بگیرید و این یکی از مهمترین تصمیم زندگیتون هست. شاید دومین تصمیم مهم زندگیتون بعد از نجات که بگید بله، بله خداوندا انجام میدم، بله خدا انجام میدم، هر جور که شده، به هر قیمتی انجام میدم، چون ارزشش رو داره، ارزشش رو داره.